سلام. یکی از بدبختی‌های این روزهای سید علی ماجرایی است به اسم اسدالله اسدی. ممکنه این روزها این اسم زیاد به گوشتون خورده باشه. این اسدی قرار بود یکی از دیپلمات‌های نظام آخوندی باشه، ولی در واقع یکی از دیپلمات تروریست‌های این رژیمه. و اگر بخوایم خیلی رک و پوسکند و راحت با هم صحبت کنیم، درستش اینه بگیم که یکی از تروریست‌های کارکشته این نظام بوده که در خدمت وزارت اطلاعات کار می‌کرده، ولی خب اتیکت دیپلمات هم یدک میکشیده که بعد بتونه با خیال راحت تو کشورهای مختلف اروپا بچرخه، بمب ببره بیاره و طراحی بمبگذاری بکنه. البته این خیال اسدی خیلی هم بیپایه نبوده، چون در تمام طول 40 سال گذشته این رویه این رژیم بوده که تحت عنوان دیپلمات تروریست میفرستاده این ور اونور و مخالفین خودش رو ترور میکرده. از فرخزاد و قاسملو و بختیار بگیر تا دکتر کاظم و نقدی و رستوران میکنوس، و بعد هم در میرفته. اسدی هم قرار بوده همین کارو بکنه، منتها روی یک هدف بزرگتر. قرار بوده تحت عنوان دیپلمات بیاد یک عملیات تروریستی بکنه که هدفش بمبگذاری در گردهمایی سالانه مجاهدین در ویلپنت پاریس بوده. بعد هم میخواسته برگرده و جایزش رو بگیره. اما نکته جدید اینه که نقشه عملیات تروریستی اسدی این بار قبل از وقوع جنایت لو رفت و این آقا با یه ماشین پر مدرک دستگیر شد و الانم بعد از 2 سال تحقیقات همین اخیراً محاکمه شد. هرچند که هنوز حکم نهایی صادر نشده، ولی خوبه که یک نگاه اجمالی به این ماجرا بندازیم تا بعد شما قضاوت کنید که اگر قاضی بودید چه حکمی برای این تروریست ناکام میدادید؟ بر اساس 2 سال تحقیقات سرویس‌های امنیتی بلژیک و بررسی همه اسناد به دست اومده، الان دیگه قضیه کاملا روشن شده. حدود 1 سال قبل از عملیات، اسدی با یه آخوندی به اسم محمد رضا زائری یه ماشین کرایه می‌کنند و 1500 کیلومتری تو فرانسه رانندگی می‌کنند. یه دوری توی ویلپنت می‌زنن، یه سری به اوور می‌زنن و خلاصه سفر شناسایی اهداف می‌کنند. اسدالله اسدی به عنوان کارچرخون اطلاعات در سفارت رژیم توی وین با چند تا مزدور در ارتباط بوده، از جمله 3 نفر به اسم عارفانی، نعامی و صدونی. به این دوتای آخری مأموریت میده که یک بمب رو توی گردهمایی مقاومت ایران در سال 2018 منفجر کنند. برای این کار اسدی چند بار برای چک مراحل ساخت بمب به ایران سفر میکنه و نهایتاً در 22 ژوئن 2018 با یک هواپیمای مسافربری بمب رو میاره اتریش. 6 روز بعد هم به لوکسامبورگ میره و اونجا توی یک پیتزا فروشی بمب رو همراه با 20,000 یورو به اون دوتا تروریست دیگه تحویل میده. ناگفته نمونه که نعامی و صدونی طی سالیان مزدوریشون و فروختن اطلاعات مجاهدین به آخوندها صدها هزار یورو گرفته بودن و مشخصا برای اون عملیات تروریستی یک مرسدس 52,000 یورویی خریدند و قرار بوده یه خونه جدید هم بگیرن. نعامی بمب رو میذاره توی کیف لوازم آرایشش و روز 30 ژوئن، یعنی روز گردهمایی، با ماشین مرسدسشون از بلژیک راه میافتن به سمت ویلپنت. اسدی به عارفانی هم مأموریت میده که توی سالن ویلپنت اجرای عملیات این دوتا رو کنترل و گزارش کنه. در واقع عارفانی چشم و گوش اسدی توی صحنه بوده. خود اسدی از لوکسامبورگ میره بلژیک و 30 ژوئن در هتلی اتاق میگیره و علاوه بر اتاق برای خودش و زن و بچهش یک اتاق اضافی هم میگیره که احتمالاً برای استقبال از نعامی و صدونی بوده. اما از اونجایی که این عملیات اطلاعاتش لو رفته بود، همه این طرح‌ها نقشه بر آب میشه. صبح روز گردهمایی نعامی و صدونی با بمب توی دستشون دستگیر میشن. همون روز بعد از ظهر عارفانی رو در پایان گردهمایی دستگیر میکنند. اسدی که روز بعدش همچنان پای تلفن منتظر گزارش عملیات بوده، از بلژیک به آلمان میره تا به اتریش برگرده، ولی توی یک پمپ بنزین در آلمان پلیس محاصرش میکنه و میگه بیا بریم، بازی تموم شد. اسدی احتمالاً هرگز توی مخیلش هم نمیگنجیده که یک روزی اینجوری خودشو، ماشینشو، تمام شبکه‌شو بردارن ببرن زندان، چون فکر میکرد دیپلماته و کسی نمیتونه بهش کاری داشته باشه. ولی به قول سفیر وقت رژیم در آلمان، پلیس اینقدر مدرک گذاشت روی میزشون که دیگه جایی برای رد کردن نداشتند. یعنی گفت دیپلمات برای من نیا، جمع کن برو. به خاطر همین اسدی از آلمان به بلژیک استرداد شد و اونجا هم 2 سال کردنش توی یک زندان به شدت امنیتی تا بالاخره اخیراً دادگاهی شد. حالا توی این دادگاه به اندازه 2 اتاق پر مدرک گذاشتن روی میز اسدی. بعد وزارت خارجه آخوندها به جای اینکه جواب مدارک رو بده اومد اینو گفت: پروسه
قضایی که شروع شده به خاطر مصونیت دولت‌ها و مصونیت دیپلوماتیک غیرقانونی مشروعیت نداره، ما به رسمیتش نمی‌شناسیم. انگار که بازی یه گل دو گله که بچه‌ها بازی می‌کنن و طرف باخته میگه من نه قبول ندارم. چی رو به رسمیت نمی‌شناسی بابا؟ یه کو مدرک اونجاست. بعد میگه دادگاه به خاطر مصونیت دیپلوماتیک غیرقانونی است. آخه مصونیت دیپلوماتیک چه ربطی به تروریستی مثل اسدی داره؟ طبق گفته دادستان، بر اساس قوانین سال 2002 بلژیک، حتی اگر اسدی مصونیت هم داشت، باز میتونستن دستگیر رو محاکمش کنن، چون داشته طرح میریختی برای کشتار دست جمعی. بعد جالبه، در کمال پررویی انتظار داشتن که برای این تروریستشون تشریفات رسمی به جا بیارن. جمهوری اسلامی ایران مؤکداً از دولت جمهوری فدرال آلمان میخواهد تا دستور لازم در خصوص برخورد مناسب با آقای اسدی حسب مقررات حقوق بشری و همچنین تمهیدات لازم برای آزادی دیپلمات ایرانی حسب مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین معمول دارد. فقط نگفته فرش قرمز زیر پاش بندازن. بعد اینکه سنگ کنوانسیون وین رو به سینه میزنه، اول ببینیم که این کنوانسیون وین مسئولیت رو به کی میده. این یک توافقی بوده که سال 1961 تنظیم شده تا روابط کشورها با دیپلمات‌ها رو تنظیم کنه. هدفش چی بوده؟ میگه مصونیت‌های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه کشورها مؤثر خواهد بود، نه برای توجیه تروریسم. یعنی این قوانین نیومده که دست باز بده به تروریسم دولتی، بلکه میخواد روابط دوستانه بین کشورها رو تسهیل کنه. بعد بلافاصله میگه منظور از مزایا و مصونیت‌های مذکور منتفع ساختن افراد نیست، بلکه هدف تأمین حسن اجرای وظایف هیئت‌های سیاسیه. حالا این وظایف دیپلمات چیه؟ این فانکشن رو داشته باش اینجا. چی میگفون؟ چی میخواید؟ حواسا بنده است، من همه رو گفتم، برای اینکه این تکه رو بگم. با بنده باشید. ماده 3 میگه وظایف یک مأموریت سیاسی عبارت است از الف نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده. خب البته این خیلی بدیهیه، شغل اصلیش باید همین باشه، بره اونجا بگه مواضع کشور ما ایناست. ب. حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده، یعنی به مردم کشور خودش توی اون کشور کمک کنه. جیم. مذاکره با حکومت کشور پذیرنده، یعنی برو با مقامات اون کشور ملاقات کن، صحبت کن. بعدی اطلاع از اوضاع کشور پذیرنده و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده، این رصد کن تو اون کشور چی میگذره، انتخابات از خبری هست، خبر بده آقا جای شلوغ شده نشده، خبر رسانی کن. و آخریش بست روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده. پس آقا برای اجرای این وظایف مسئولیت میده. اینجا نمیگه دیپلمات حق داره مخفیانه بمب بیاره تو کشور پذیرنده ها، نمیگه دیپلمات میتونه طراحی بمب گذاری کنه. حالا سوال، این برای بست روابط دوستانه است؟ کنوانسیون وین که میگی یعنی این تعهد رو دادن، have been agreed. بعد تا آخر این کنوانسیون رو که بخونی روحش همینه که میگه فقط برای اجرای این وظایف مسئولیت میده، نه کارهای خارج از اون. بیا ماده 31 میگه مأمور سیاسی از مسئولیت تعقیب جزایی برخوردار است مگر اینکه دیپلمات فعالیت‌هایی انجام بده که خارج از وظایف رسمی خودش باشد، outside his official functions. یعنی مسئولیت رو ربط میده به همون functions، یعنی همون وظایف. باز جلوتر ماده 37 مسئولیت شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. باز ماده 38 مأمور سیاسی فقط در مورد اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از مسئولیت قضایی بهره مند خواهد بود. یعنی جا به جا تاکید میکنه که اگر از اون وظایف خارج شدی، مسئولیت بی مسئولیت. یعنی در یک کلام کنوانسیون وین رو تصویب کردن تا دیپلمات‌های معقولی که میخوان وظایفشون رو انجام بدن مسئولیت داشته باشن، نه این تروریست اطلاعاتی که یه دونه عقد دیپلماتیک تو کارامش نیست. اسدالله اسدی کدوم یکی از این 5 تا وظایف رو انجام داشته میداده؟ بابا طرف با بسته دیپلماتیک بمب آورده، تو 4 تا کشور اروپایی چرخونده، بعد میخواسته توی گردهمایی منفجر کنه که اتباع همون کشورام توش بودن، بعد برای مسئولیت میخواین شما؟ بعد بمبی که با هواپیمای مسافربری آورده چه بمبی بوده؟ خدای من، بمب TATP با یک چاشنی و فرستنده کنترل از راه دور.
این بمبیه که به گفته FBI هر یک گرمش میتونه جراحت ایجاد کنه. بعد تو رفتی 500 گرم آورده ای. این همون بمبیه که به مادر شیطان معروف شده، چون بمب محبوب تروریست هاست. در انفجارات 2015 پاریس، 2016 بلژیک، همه از همین بمب استفاده شد که زدن فرودگاه رو آوردن پایین. بعد فکر نکنید که این بمب اسدی مثلا یک بمب دستساز بوده که از بوق تلفن دستی سیم بکشن زنگ بزنن بمب فجر بشه. نه، بمب بسیار حرفه‌ای طراحی شده بود، طوری که فقط از فاصله مشخص و در زمانی که خودشون میخوان منفجر بشه. سازمان متخصص کنترل کردن بمب ارتش بلژیک در صحنه روز 3 ژوئن 2018 حضور داشت و متخصصینش بمب رو کنترل کرده بودن، گزارش مفصل دقیق با جزئیات در مورد این بمب تهیه کرده بود و بخشی از پرونده هست که در اون توضیح داده شده که این بمب درسته که ظاهرش اجزای ساده بوده، اما فوق العاده فنی و تخصصی ساخته شده. و در یک گزارش دیگه هم گفته بودن که تمام علائم در این دلالت میکنه که این بمب توسط یک سرویس خارجی یک دولت ساخته شده. از توی یادداشت‌های اسدی هم که از توی ماشینش پیدا کردن قشنگ معلومه که بمب رو چقدر حرفه‌ای طراحی کرده بودن تا یه وقت اشتباهی توی دست خودشون منفجر نشه. نوشته حساسیت‌های دارویی، منظورش همون حساسیت‌های بمب است. می گرما رو تحمل می‌کنه تا حد حریق. اسید رو تحمل می‌کنه تا حد خیلی غلیظ. پرتابش کنی مشکلی نداره. فشار بهش بیاد حتی لاستیک، شاید منظورش اینه که زیر لاستیک ماشینم بره چیزیش نمیشه. درب ورودی گاراژ، منظورش همون ریموت کنترل بمب است. باید کلیدش رو حتما چند ثانیه نگه داری تا منفجر بشه. بعد پهنای باند درب گاراژ، یعنی همون ریموت کنترله، اونقدر پایین گرفته شده که وای فای و هر چیز دیگه اثر نکنه که در باز بشه. یعنی یه جوری طراحیش کردن که اگر اون اطراف تون جمعیت کسی فرستنده مشابهی هم داشت، این اشتباهی منفجر نشه. همه اینا رو اسدی توی دفترچش نوشته و بر همین اساس اون دو تا تروریست دیگر رو هم توجیه کرده. بعد برای آوردن چنین بمبی و تلاش برای کشتار جمعی مردم بیگناه مصونیت هم میخواد. امیدواریم دادگاه عدم صلاحیت خودش رو به رسمیت بشناسه در این موضوع و مسیری رو هم که رفته درست بکنه. بدعت بدی در مسیر مصونیت های دیپلوماتیک داره گذاشته میشه. این موجودات از گاومیش فقط شاخشو ندارن. خوب ببینیم اینا که تهدید میکنن به بدعت بد در مسیر مصونیت دیپلوماتیک، خودشون سابقه شون در احترام به مصونیت دیپلماتیک چطوریه؟ بابا یه دیوار سفارت توی این مملکت نذاشتید که رد پنجول بسیجی روش نباشه. آخه شما همونایی هستید که هنوز نرسیده زدید سفارت آمریکا رو اشغال کردید، رفتید توی سفارت بیش از 50 دیپلمات رو 444 روز گروگان گرفتید. اون موقع هنوز کنوانسیون ویانا نخونده بودید ها؟ بعد سال 66 هم سفارت عربستان هم سفارت کویت رو اشغال کردید، آتیشش هم زدید. یک دیپلمات عربستان به نام مساعد القامدی رو در اثر پرتاب از پنجره سفارت کشتید. بعد کنسول وقت عربستان رضا عبدالمحسن النزهه رو همون سال گرفتید، زدید اعدام مصنوعی کردید. دخلت الغرفه فيها مكتب وكان فيها شخص اعتقدت انه هو رئيسهم في المنطقة ديك وفي المطار. قام الشخص طبعا ما يتكلم عربي، اللي معاه يتكلم عربي، فقام وقف بمواجهتي فتكلم بالفارسي وذاك صار يترجم لي، قال يقول لك لماذا قتلت الحجاج الإيرانيين في مكة المكرمة؟ أنا قلت له خبروا احنا في المملكة وفي مكة المكرمة ما نقتل الحجاج بيت الله الحرام، احنا نرحب فيهم نساعدهم وندلل الصعوبات اللي قد تعترضهم. قلت له قول الكلام ده، فترجم له كلام وانا واقف. فجأة انا شعرت بصفعة قوية تنزل على وجهي. صفعة قوية ضربك يعني؟ كف يعني. اي نعم. فتمالكت اعصابي انا في الحقيقة، فعاد السؤال مرة ثانية، هذا ايش هو رتبته؟ مين هو يعني اللي جالس؟ هو من الحرس الثوري، اعتقد قائدهم في المطار. هم موجودين في كل مكان في العراق. ايوه. فرجع عاد السؤال مره ثانيه، فانا اصريت على نفس الجواب. وتوالت الصفعات. اوف. نعم. تقريبا 3 أو 4 صفعات
المهم كان اللي بيضرب لابس الحديدة هذه في حديدة في يده، فكان بيضرب في في في, في البطن هنا، وضربة من الضربات جاتني في وجهي. أنا كنت لابس النظارة الطبية طبعا، أي فأنا فقدت الوعي لثواني، طحت على الأرض، فقت ولقيتهم برضو بيدوسوا برجولهم كذا، والدماء تسيل من وجهي والقميص الأبيض كله دم. قال لي تقوم معنا، قلت له أنا دبلوماسي ما أقوم معك، ولي حقوق ولي واجبات يجب تحترمها. قال تقوم ولا أكترك في مكانك، شغل الرشاش حقه هذا، وبدأ سلسلة الصفعات أيضا، كملوا ضرب والمؤاخذ، لا مؤاخذ، البصق والركل والهذا. أنا يعني مستسلم. بعد فترة نادى واحد من أعوانه، تكلموا بالفارسي، فأخذني إلى صالة طويلة تقريبا كده على الجدر في كونكريت اللي هو الخرسانة مسلحة وعليها خط أحمر، أنا ماني عارف إيش الحكاية. فوداني ومسكني كده وخلى ظهري على الخط الأحمر، بعدين راح مسافة وبدأ يطل من منظار الرشاش، إعدام خلاص. أنا قلت خلاص العملية انتهت، فغمط عيني. المهم هذا يجي يرجع يصلحني مرة تانية، هي حرب نفسية بالأخير، اكتشفت إنها حرب نفسية عجيبة. بابا كونسول عربستان رو بودن تا دم إعدام بردن. راستی اون آقای بدعت بد در مسیر مصونیت اون موقع کجا بود؟ بدعت بدی در مسیر مصونیت های دیپلوماتیک داره گذاشته میشه. بعد آخه نقض مصونیتتون که یکی دو مورد نیست. باز سال 90 بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس که بسیجی ها اونقدر خرکیف بودن که حتی براش پخش زنده گذاشتی. امروز هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور، جوانان و بسیجیان امروز اومدن در مقابل سفارت انگلستان. تعدادی از دانشجویان بسیجی هم موفق شدن از دیوارهای سفارت انگلیس خودشون رو به اون ور برسونن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رو بر فراز سفارت انگلستان به اهتزاز در بیارن و پرچم این کشور رو به زیر بکشن. اون موقع احتمالاً هنوز کسی تو نظام دنبال کنوانسیون وین و مصونیت و این حرفا نبوده، بیشتر اعمالشون بر اساس کنوانسیون حیات وحش بوده. باز دوباره سال 94 حمله به سفارت عربستان با کوکتل مولوتوف. ماشاءالله. فقط اگه شما تونستید مصونیت رو تو این صحنه ها پیدا کنید. بعد همین پارسال تو تظاهرات مردم بر علیه سپاه که سفیر انگلیس در حال انجام وظیفه‌اش یعنی رصد کردن قضیه بود دستگیرش کردن. در میان تجمع کنندگانی که شعارهای هنجار شکنانه میدادن، دو نفر از اتباعی بیگانه در حال فیلمبرداری و تهییج معترضین بودن که با هوشمندی و درایت مأمورین پلیس امنیت عمومی شناسایی و مورد کنترل قرار گرفتن. در ادامه یکی از اونها به داخل سفارت انگلیس رفته، دیگری در فرصتی دستگیر میشه. فرد مذکور ولی با رویت کارت شناساییش مشخص شد که ایشان رابرت نایجل پول مک ایر سفیر انگلیس در تهرانه. به چه جرمی دستگیر میشه؟ به جرم تهییج کردن مردم. بریم چند صحنه ببینیم که چطور مردم رو تهییج میکرده. خارجی هم؟ بله، میبینیم که با نگاه کردن و صحبت‌های زیر لبی داره جمعیت رو تهییج میکنه و به همین دلیل دستگیر میشه. باز خوبه که رصد کردن اوضاع یکی از اون پنج وظیفه دیپلمات هاست، ولی اینا که به دستگیری و اخراج راضی نبودن. کلی هم برای سلب مصونیتش اون موقع به لحاظ حقوقی استدلال داشتن. مثلا اینجا رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضاییه، این اگر همه وکلای رژیم رو بریزی روی هم تو عرصه حقوق بین الملل سرشون اینه. بعد همین اون موقع اینو میگفت:
زمانی دیپلمات‌ها از مصونیت دیپلماتیک بر اساس حقوق بین‌الملل برخوردار هستند که اعمال و رفتارشان در اعمال مأموریت سیاسی و دیپلماتیک در نمایندگی از کشورشان در دولت میزبان صورت پذیرد، بنابراین آوردن بمب و تلاش برای بمبگذاری نمیتواند در راستای عمل به وظایف دیپلماتیک رژیم ایران تلقی شود. یا چند خط پایین‌ترش دوباره میگه یکی از اصول و قواعد پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که نمایندگان و دیپلمات‌های خارجی در کشور میزبان نمیتوانند با استناد مبهم به حقوق مربوط به مصونیت دیپلماتیک قوانین مصرح و عرف پذیرفته شده را نادیده بگیرند. آنها سمت خود به عنوان دیپلمات را به این شرط پذیرفتند که همیشه حفظ شأن دیپلمات را در نظر داشته باشند. یعنی بمبگذاری اسدی خیلی شأن دیپلماتیک داره ها؟ بعد همون موقع با استناد به همین سلب مصونیت نماینده خامنه‌ای توی نماز جمعه فتوای تیکه تیکه کردن این دیپلمات رو میداد. وقت بعد تازه بگن آقا سفیر انگلیس اخراج بشه. سفیر انگلیس اخراج بشه این بالاترین محبت در حق بود. این بالاترین گذشته که مردم ما به اخراجش راضی بشن. نخیر سفیر انگلیس باید تیکه تیکه بشه. اینا بودن که نگران بدعت بد تو مصونیت بودن. عنایت دارید. بعد یه همچین حیات وحشی ادعای مصونیت دیپلماتیک میکنه. خب بینندگان عزیز به من اطلاع میدن که فیلم نادری از متهم اصلی این پرونده به دستمون رسیده که میخواد از خودش دفاع کنه. بله بفرمایید اتاق فرمان، ما منتظریم. با سلام خدمت مقام عظما ام المتفجرات و قنبلکات، اسدالله اسدی هستم. خواستم بگم که اولا بنده به عنوان یک دیپلمات از مسمومیت قضایی برخوردار هستم. جان مسمومیت حالا هر چی که هست، در واقع کسی حق نداره دست رو من بلند کنه. بنده بر اساس تمام موازین دیپلماتیک و حقوق بین المللی و حقوق بشری نیم کیلو مواد منفجره رو من از تهران برداشتم آوردم اینجا. همچین شما موضوع رو بزرگ میکنین انگار ما بمب اتم زدیم. آقا ما نفهمیدیم وضعیت چطور شد، به ما که رسید آسمون تپید. بچه ها قبل از این تو خبر ساختمون آوردن پایین، تو آرژانتین آسمون خراش ترکوندن. حالا سر نیم کیلو اونم کاری که انجام نشده. شما آقا مطالبه من از مقامات اروپایی این هست که چرا نذاشتن ما این عملیات رو به سلامت به انجام برسونیم؟ به کجا داره میره این اروپا؟ به کجا؟ واقعا من خیلی نگران اروپا هستم. 100,000 نفر محارب برانداز اغتشاشگر جمع شدن، آنتنای دنیا رو ترکوندن، هیچ کس هیچ کاری باهاشون نکرد. به این نیم کیلوی ما که می‌خواستی خورده به ترکونه شما گیر دادید. بعدش هم شما نمیدونید توی این مدت به خاطر نیم کیلو ترقه چه بلایی سر این چیز من آوردن، مسئولیت من آوردن. یعنی حقوق بشر بنده رو تو زندان اینا اصلا بدجوری مورد حتاکی قرار دادن. دستبنده صفت، استیکا آب پز بدون کچاب، اصلا نمیشه خورد. یه خورده شما از قاضی صلواتی یاد بگیرید چقدر رحمت داره، چقدر مهربانی هست آقا. از حاج آقا رئیسی یاد بگیرید به کجا داره میره این اروپا. من نگران اروپا هستم، فقط به خودت همین دارم. نه که مثلا نگران مقام عظما باشم، نه اصلا، من نگران اروپا هستم. با ما خودمون تو ایران هواپیما رو با موشک ترکوندیم، نه دادگاهی، نه حکمی، نه دستگیری، هیچی، هیچی آقا، هیچی. تازه الان خودمون شاکیم، خود مقام عظما شاکیه سر این قضیه. من به مسئولین اروپایی میگم که با این کار امنیت تامین نمیشه. شما به جای این کارا برین امنیت واتساپ رو تامین کنید که ما دو تا چت کردیم سر بازی کامپیوتری، اسمش هم گوشیم پلی استیشن، با اون خانومه و اون آقای همه چی لو رفت. خب برید اونو تأمین کنید. چرا منو گرفتین با نیم کیلو؟ آخه فقط خواستم در آخر به همه دیپلمات‌های عزیزمون بگم که نیم کیلویا رو غلاف کنید. 100 گرمی هم دارین غلاف کنید. اصلا یه گرمش هم دارین الان فقط 25 تایی مقام عظما رو صفر بچسبین که این بنده خدا از خماری نترکه. می‌دونید دیگه مسجد منظورم اروپا جای این کارا نیست آقا، غلاف کنید. مسئولیت مسئولیت هم به دمپایی اینا نیست. میزنن همچین خار و خفیفمون میکنن که از ما گفتم بود. و السلام علیکم طیب الله کل نیم کیلویاتکم پلی استیشناتکم.
سفت آقا، سفت. در نهایت میشه گفت که فارغ از این که رأی نهایی این دادگاه چی باشه، تا همین جای کار در این پرونده اثبات شد که رژیم آخوندی تا به حال زیر پوش مصونیت دیپلوماتیک از تروریست به عنوان یکی از ابزارهای حکومتیش استفاده کرده و سفارتخونه های این رژیم هم مرکز اصلی جاسوسی و هدایت و فرماندهی این اقدامات تروریستی هستند. بنابراین این خواسته مشروع هر ایرانی آزاده است که سفارتخونه های این رژیم در همه کشورها باید تعطیل و مزدورانش هم محاکمه و اخراج بشن. وقت بخیر و بدرود.